برای اینکه آدم بهره ببره از دستاوردهای فکری عبدالبها و از زندگی که کرده، به هیچ عنوان لازم نیست که بهایی باشه یا حتی دین و ایمان داشته باشه. همونطور که دانشجوهای من واقعا خیلی هاشون تکون خوردن از لحاظ فکری و حتی شخصی وقتی دیدن شخصی بوده که در سالهای 1910 در اون زمان که تفکیک نژادی بوده، یک چنین پیام جهان شمول و انسانی داشته، وحدت عالم بشری. من فکر میکنم هنوز هم به خصوص الان، به خصوص امروز که جهان هنوز داره با ظهور یک سری ناسیونالیزم نظامی و خشن دست و پنجه نرم میکنه، ما باید تحقیقات بیشتری بکنیم، به مراتب وسیع‌تر و درازدامن‌تر درباره گفتگوها و برخوردهایی که عبدالبها در اون 8 ماه با روشنفکرای آمریکایی داشت.